آرمان و با همین ایمان ما در پی بنای یک جامعه آزاد و دموکراتیک هستیم. یک قرن پیش مجاهدان مشروطه در پی عدالت، حریت، مساوات و اتحاد بودند. سپس مصدق بزرگ به پا خواست که می گفت مقصود این است که مردم در نیک و بد امور شرکت کنند و مقدرات مملکت را به دست گیرند. آنگاه فدایی ها و مجاهدین و دیگر پیشتازان مبارز برای سقوط دیکتاتوری پیشین راه گشودند. و حالا مقاومت ما با کهکشان شهیدانش از اشرف و موسی تا صدیق و ندا و زهره و گیتی برای انتخاب آزادانه یکایک مردم ایران به پا خواسته اند. ما نظام استبدادی حاکم را باطل اعلام کرده ایم. ما دین اجباری و زن ستیز را باطل اعلام کرده ایم. ما قانون اساسی ولایت فقیه را باطل اعلام کرده ایم. قانون اساسی ما آزادی، دموکراسی و برابری است. قانون اساسی ما نه در مصوبات خبرگان جنایت، بلکه امروز در قلب یکایک ایرانیان حک شده و فردا توسط مؤسسان منتخب مردم نوشته خواهد شد. مبنای این قانون یک جمهوری آزاد، بردبار و پیشرفته است. مبنای آن کثرت‌گرایی و جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد و مشارکت فعال و برابر زنان در رهبری سیاسی جامعه است. اصول ما برابری حقوق ملیت‌ها و اقلیت‌های مذهبی و جامعه‌ای بدون شکنجه و بدون اعدام است. حالا شمای هموطنان عزیزی که در اینجا گرد آمده اید و شما هموطنانی که در سراسر ایران و در هر کجای جهان صدای مرا میشنوید، آیا برای گسترش نبرد، برای آزادی ایران و برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه آماده اید؟ حاضر گفتن‌هایتان. بله، برای
برای ایفای این مسئولیت بزرگ، برای این آینده روشن، ما در محضر تاریخ و خلق ایران میگوییم حاضر، حاضر و حاضریم. نبرد با دو دیکتاتوری را با امید به آزادی پشت سر گذاشته ایم و باز هم با امیدی صد چندان به پیش می رویم تا آنگاه که آزادی و دموکراسی در ایران بر تخت پیروزی بنشیند. آری آری، آری آری، می توان زنجیر را از هم گشود. رو به دریا شد روان مانند رود. میتوان با آرمانی پرفروغ ظلمت بیداد را ویران نمود. میتوان و باید آری هم صدا هر دم از آزادی ایران سرود. بیگمان آینده از آن شماست، بر شما و رزمتان صدها درود. پیروز باشید.